تصمیم آمریکا مبنی بر تحویل دهی یکی از سران زندانی طالبان از زندان گوانتانامو به حکومت افغانستان. پشتیبانی جان مکن سناتور برجسته آمریکایی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2013 میلادی. و نگرانی حکومت افغانستان از هدر رفتن میلیون ها دلار کمک های جامعه جهانی به کشور. سلام، با رویدادهای خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. گوینده احمد شفیق محمدی. ایالات متحده آمریکا مولوی خیرالله خیرخواه وزیر داخلی رژیم طالبان را که در زندان گوانتانامو به سر میبرد به دولت افغانستان تحویل میدهد. خبرگزاری رویترز نوشته است این زندانی طالب که قرار بود با 4 تن دیگر به قطر انتقال داده شوند اما به دولت افغانستان سپرده میشوند. این در حالی است که پیش از این اعضای کنگره آمریکا بارها بارهایی سران طالبان از زندان گوانتانامو اظهار نگرانی کرده بودند. با ادامه مذاکرات دولت افغانستان به ویژه شورای عالی صلح با مقامهای امریکایی برای انتقال شمار از سران طالبان به قطر، خبرگزاری رویترز نوشته است امریکا یکی از سران طالبان را که در زندان گوانتانامو زندانی است به دولت افغانستان می سپارد. اما روشن نیست تحویل مولوی خیرالله وزیر سابق رژیم طالبان به دولت افغانستان تحت چه شرایط صورت خواهد گرفت. امریکا یکی از سران طالبان را که در زندان گوانتانامو به سر می‌برد به دولت افغانستان تحویل می‌دهد. این یکی از 4 زندانی بود که به قطر انتقال داده می‌شد اما حالا به دولت افغانستان سپرده خواهد شد. با این حال روز گذشته مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی گفته بود برای پیروزی و پیشرفت پروسه صلح باید خواستهای طالبان را پذیرفت. ما بپذیریم چیزی را به دیگرات اگر تقسیم شده شدنی است، امی قدرت سیاسی سرچی است، این را بتیم به کسایی که اونا ناراض هستند و اونا بپذیرن بیاین از گذشته ها و از استعمال شدنشان و دست بیگانه ها خلاص شون و در این مملکت به یک جا شون. این تصمیم امریکا برای انتقال یکی از سران طالبان از زندان گوانتانامو به دولت افغانستان در حال گرفته می شود که پیش از این اعضای کنگره امریکا با رهایی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو مخالفت نشان داده، هشدار داده بودند هیچ تضمین وجود ندارد این افراد رها شوند و دوباره به فعالیت های تخریبی خود روی نیاورند. از سوی دیگر پس از آن که طالبان روند مذاکره قطر را به علت نبود شفافیت در سیاست های امریکا به حالت تعلیق درآوردند، امریکایی ها حاضر شدند که به عنوان امتیاز شمار از سران طالبان را که در زندان گوانتانامو زندانی هستند به صورت مشروط به قطر انتقال دهند. جان مکن سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا میگوید سال 2013 میلادی بهترین زمان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است و میتواند یک انتخابات موفق و دموکراتیک باشد. وی تاکید کرده که تامین امنیت، سالم بودن و شفافیت انتخابات در این سال با حضور نیروهای ناتو تضمین خواهد شد. وی همچنان برگزاری انتخابات در این سال را بر موفقیت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان مؤثر می داند. جان مکن سناتور مطرح و جمهوری خواه امریکایی می گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2013 میلادی به عوض سال 2014 مؤثر و سالم خواهد بود. وی تأکید کرده که برگزاری انتخابات در این سال با حضور نیروهای ناتو خواهد بود و این میتواند علاوه بر تأمین امنیت، شفافیت و سلامتی این انتخابات را تضمین نماید. اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عوض سال 2014 میلادی در سال 2013 میلادی برگزار شود، من فکر میکنم بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا نیروهای بین‌المللی در افغانستان وجود دارند و این میتواند که گذشته از فراهم آوری امنیت سالم، صاحب سلامت و عدم تقلب در انتخابات شود. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان این اظهارات جان مکن سناتور آمریکایی را مداخله در امور خانگی افغانستان خوانده تاکید می‌دارند که برگزاری انتخابات
انتخابات در سال 2013 و یا 15 نقصی آشکار قانونی اساسی است و این برای مردم افغانستان پذیرفتنی نمی باشد. تو حق نداری چه دی اساسی قانون خلاف تو که اظهار نظر و که هر حقیقت چه دی افغانستان اساسی قانون پا چوکات که کم میار ورطا تاین شویده کم وقت ورطا تاین شویده طول میارون یا طول کلمی بایدی پا میار پا چوکات که بایتر سرشی. برگزار شدن انتخابات افغانستان در 2013 هم مخالف قانون و مغایر قانون است و در 2015 هم مخالف و مغایر روح قوانین نافذه کشور است. بنابراین در سال 2014 باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. حضور خروج نیروهای به اصطلاح ناتو از افغانستان را ما می توانیم یک سال به تاخیر بیندازیم. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور کرزی در نشستی با دبیر کل ناتو تاکید داشت که وی با نزدیکانش در حال رایزنی است تا در صورت توافق انتخابات را در سال 2013 میلادی برگزار نماید. حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو از جامعه جهانی خواهد خواست تا در بخش مصارف کمک ها و ماموریت های امنیتی استقلال بیشتر به دست آورد. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با ابراز این مطلب تاکید دارد که کابل تلاش هایش را به هدف مبارزه با فساد اداری را نیز بیشتر خواهد ساخت. از سوی هم آقای لودین تمرکز جامعه جهانی در افغانستان بدون هماهنگی با حکومت در 10 سال گذشته را از ناکامی های جامعه جهانی در کشور عنوان می کند که باعث شده تا میلیون ها دلار به هدر برود. مقامات افغان از مصرف کمک های جامعه جهانی از سوی خود آنها بدون هماهنگی با حکومت افغانستان در 10 سال گذشته به شدت انتقاد میکند و آن را یک از ناکامی های جامعه جهانی در کشور میخواند که باعث شده تا زمینه فساد مالی گسترده و خروج پل های هنگفت از کشور فراهم شود و یا هم باعث هدر رفتن میلیون ها دلار گردد. با این حال حکومت افغانستان تاکید دارد که در نشست شیکاگو جامعه جهانی خواهد خواست تا در بخش مصارف کمک ها و ماموریت های امنیتی استقلال بیشتر کسب کند و بعد از این تمام کمک ها با هماهنگی دولت افغانستان به مصرف برسد. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان از عدم توجه جامعه جهانی به زیرساخت های افغانستان به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که اقتصاد افغانستان در صورت متوقف شدن کمک های خارجی به شدت متزلزل خواهد شد. تمرکز جامعه جهانی بر افغانستان بدون هماهنگی با حکومت نتیجه سودمند نداشته و همچنان حضور آنان در افغانستان مصارف جنگ 10 ساله و پروژه های بازسازی را افزایش داده است. برای اینکه از این ناکامی جلوگیری شود، حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو از جامعه جهانی می‌خواهد تا استقلال بیشتری در امورات داخلی خود داشته باشد. در همین حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان در مورد انتقاضای حکومت افغانستان در نشست شیکاگو دیدگاه های متفاوتی دارند. باید یک دولت اینجا تقویه شود، روی پای خود استاد شود و اینا معاششان خودشان بگیرند، نه که مشاور خارجی برشان بده. خودش انجینرشان برند سرکشان دیزاین بکنند به جای از اینکه یک مؤسسه انگلیسی بیاید. اگر تا دیروز نتونستیم، باید فردا آماده شویم. و این زمانی ممکن است که پول بیشتری از مساعدات های بین المللی در اختیار دولت افغانستان قرار بگیره. البته این حق هم بر نهادهای مختلف دولت محفوظ است که از این نظارت بکنن، هم جامعه جهانی کشورهایی که پول میدن حقشان است نظارت بکنن که به خوبی مصرف شده یا نشده. اگر شما هر کدام از این را ببینید، کسی نیستن که برای خود یک خانه مجلل حداقل جور نکرده باشن، اما در زیر دست ازی در تمام افغانستان برای هیچ کس یک دو تاکای ادیرب جور نکردم. این ثبوت ازی هستم که اصلا یا اراده ازی را ندارن، توانمندی ازی را ندارن و نی جهان سری از واقع می باور می کنن. همین مشکلاتی که پیلا ما و شما رو بروستیم یگانه از عمل کردی ازی هستیم که یا اعتبار خود از دست داده هیچ گاه ایتور باید نشوه و نمیشه. از سوی هم آقای لودین تأکید کرده که کابل تلاش هایش به هدف مبارزه با فساد اداری را نیز بیشتر خواهد ساخت. این در حال است که خبرگزاری از اسوسییتد پرس گفته که فساد اداری در افغانستان بیداد میکند و به یک فرهنگ مبدل شده است. این خبرگزاری رئیس جمهور کرزی را به دلیل چشم پوشی از همه چیز مقصر اصلی در گسترش فساد میخواند. روز گذشته از لودین رئیس اداره عالی مبارزه با
فساد اداری، محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را متهم به اختلاس 10 میلیون دلار و غصب جایدادهای دولتی کرد. اما به نظر نمی رسد که حکومت بتواند محمد اسماعیل را به محاکمه بکشاند. قرار است در ماه آینده میلادی رهبران کشورهای عضو ناتو در شیکاگوی آمریکا بالای کمک‌های اقتصادی با افغانستان به ویژه تمویل نیروهای امنیتی کشور پس از سال 2014 میلادی تصمیم بگیرند. مقامات افغان امیدوارند که در این کنفرانس تعهد کمک سالانه 4 میلیارد دلار را از جامعه جهانی به دست آورند. آقای لودین تاکید می‌کند که حکومت افغانستان توان کنترل این پل‌ها را دارد. رئیس کمیته نظامی پیمان ناتو میگوید با توجه به آزمون‌های تاکتیکی موجود در چند ماه اخیر در افغانستان، ناتو به طور محتاطانه خوشبینیش را در مورد پیشرفت‌های به دست آمده در جنگ افغانستان حفظ کرده است. وی تاکید کرده با گذشت هر روز نیروهای افغان موثریتشان را در جنگ با شورشیان ثابت می‌سازند. جنرال نوت بارتلز که ریاست کمیته نظامی پیمان ناتو را به عهده دارد، بر روز چهارشنبه ریاست اجلاسی لوی درسزان 28 کشور عضو آن پیمان را نیز به عهده داشت. اجلاسی دو روزه لوی درسزان کشورهای عضو پیمان ناتو همچنان پیشرفت در زمینه برنامه سیستم دفاعی راکتی آن پیمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف این اجلاس فراهم آوری سهولت برای اجلاس ماهی می رهبران کشورهای عضو آن پیمان در شهر شیکاگو خوانده شده است. با این حال رئیس کمیته نظامی پیمان ناتو گفته است ناتو از پیشرفت های نیروهای افغان برای مبارزه با شورشیان محتاطانه حمایت می کند. با وصف آزمون های تکتیکی موجود اخیر در افغانستان، ناتو محتاطانه از این پیشرفت ها حمایت می کند و نبرد نیروهای امنیتی افغان علیه شورشیان پیشرفت نیروها را در جنگ نشان می دهد. جنرال نوت بارتلز در مورد این آزمون‌های تکتیکی توضیحات نداده، اما گفته است صرف در ماه جاری در جریان نبردها حدود 100 سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان و 30 سرباز ناتو در ماه اپریل کشته شدند. جنرال نوت بارتلز میگوید با گذشت هر روز نیروهای امنیتی افغانستان به طور فزاینده موثریتشان را در جنگ با شورشیان ثابت می‌سازند و شورشیان نیز متوجه شدند که در این جنگ برنده نخواهند شد. با تشکیل کمیسیون عالی نظارت از محیط زیست، گام‌های برای جلوگیری آلودگی هوا و سرسبزی شهر کابل برداشته شده است. انجینیر واصل معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست با ابراز این مطلب تاکید می‌ورزد باید اداره ملی حفاظت از محیط زیست به سطح وزارت ارتقا یابد تا صلاحیت و گام‌های جدی برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست برداشته شود. بانک آلودگی هوا در شهر کابل یکی از مشکلات عمده و جدی فراراه مردم به شمار می‌رود و طبق جانهای خود را از دست می دهند. با این حال انجینیر واصل معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید در سال روان گام های برای سرسبزی شهر کابل برداشته شده است. در سرسبزی کابل قدم های برداشته شده به همکاری اداره محترم شاروالی و وزارت محترم زراعت که انشاءالله گفته می تونیم که امسال قدم خوب گذاشته شده که بتونیم قسمت آلودگی هوا با احیای سرسبزی کابل جلوگیری شد. و ای تاکید می‌ورزد باید اداره ملی حفاظت از محیط زیست به سطح وزارت ارتقا یابد و صلاحیت‌های بیشتری به آنان داده شود تا برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا در کشور به ویژه شهر کابل اقدامات اساسی صورت گیرد. نیست یک وزارت قبول شد تو چی؟ به خاطر که به حیات مردم سر کار داره، به حیات حیوانات سر کار داره، به حیات چیزی که زنده جان است اداره سر کار داره. بنابراین قیمت ازی افغانستان باید قیمت بسیار بلند بالا داشته باشه. از سوی دیگر انجینیر واصل می افزاید با تشکیل کمیسیون عالی نظارت از محیط زیست که متشکل از نهادهای مختلف دولتی است برای جلوگیری از آلودگی هوا کارهای صورت گرفته است. دوام شد مثلا تولیدات از قبیل نسوار و مثلا ریکریشن و چیز و امامایی که بسیار به شکل غیر چیز بسیار دودزا بود و در قسمت چیزایی که مثلا در شهر آلوده میساد قصابی ها و مسلخ و چیزای بسیار مختلفی بود که مثلا حیات مردم تهدید میکن به همکاری می اعضای همی ترکیبی که به وجود آمده و در اصل که محیط زیست امیر نظارت میکن در پام هر روز دوشنبه شنبه چهارشنبه اینا موظف هستن که در نقطه میرن مثلا تشخیص میدن که می باید چیز مفید نیست، مثلا اگر ممکن چیز به فعالیت بسته میشه انتقال میکنه یا در ساختن جلوگیری از دود که باش
کارهای صورت گرفته که به مردم کابل هم قابل لمس است و واقعا ما می‌بینیم اقتصاد بسیار خوبه. برخی آگاهان به این باورند اگر مردم در جلوگیری از آلودگی هوا با دولت به ویژه شاروالی همکاری نمایند و از سوی هم فرهنگ شهرنشینی میان مردم گسترش یابد و وسایلی که سبب آلودگی هوا میگردد از استفاده آنها جلوگیری شود، میتواند در کاهش آلودگی هوا نقش اساسی را ایفا کند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان محاکمه محمد یونس نوانده شهردار کابل شدند. با گفته آنها آقای نواندش هیچ کار موثری برایش بازسازی و نوسازی این شهر انجام نداده و بیشتر بودجه اختصاص یافته به این شهر حیف و میل شده است. از سوی هم شماری از اعضای مجلس اداره ارگانهای محلی را موثر نمی‌دانند و خواهان لغو آن شدند. با گذشت یک دهه از حکومت کنونی اعضای مجلس نمایندگان مدعیان که در این مدت هیچ توجه به نوسازی و تغییر سمای کابل به عنوان پایتخت افغانستان نشده است، بلکه این شهر با گذشت هر روز وضعیت بدتر به خود میگیرد. اعضای مجلس با انتقاد شدید از کارکرده محمد یونس نوندش شهردار کابل خواستار بازپرس و کشاندن وی به محاکمه شدند. آنان همچنان از ایجاد کمیته ویژه برای پیگیری و بررسی پروژه های سال گذشته در شهر کابل خبر می دهند. کابل سایی به چورا خواسته شود و این مسالفاتی که در سرک ها انجام داده، سرک هایی که پاس و کار شده و این سایی دوباره تخبیر شده، این موضوع باید مورد تغییر قانونی قرار بگیره. باید کسانی که در قبال وظیفه خود احساس بی‌مسئولیتی میکنه و سرمایه ملت به خواهد یکسان بکنه و برادر بکنه، باید اینا به سرکانی برمی شود. کابل کابل هم جان کار نکردن در شهر کابل، همین چند نفر مافیا یک جای شدن، یو بر از او دیف میکنه، یو بر از این پیش میکنن، فقط کلی پولی جک کلی پیسه به خانه سه چهار نفر برن. اعضای مجلس به توجهی به عدم رسیدگی شهرداری به ساختمان‌های بلند منزل و خودسر و غصب زمین‌های دولتی از سوی زورمندان را از دیگر بی‌کفایتی‌های شهردار کابل عنوان می‌نمایند. با گفته اعضای مجلس، خرابی و عدم قیرزی با کفایت جاده‌ها در شهر کابل باشندگان این شهر را به سطوح آورده است. در همین حال شمار از وکلای مجلس خواستاری از میان برداشتن اداره ارگانهای محلی شدند. آن اداره فقر و ناکارآمد و در عرصه خدمات عامه ناکام میپندارند. با این حال جدال یک روزه اعضای مجلس نمایندگان بر سر تصویب طرح قانون تشکیل صلاحیت قوه قضاییه به جای نرسید. ادامه خبرها را بعد از یک وقفه کوتاه در مجمع خبری نیوز باکس دنبال کنید. از توجه و همراهیتان جهان